امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه طی سخنانی مدعی شد که دین اسلام امروزه در هر نقطه از جهان دچار بحران شده است ماکرون در یک فرافکنی جدید علیه اسلام اعلام کرد که گسترش ممنوعیت هجاب تمامی ارائه خدمات عمومی در فرانسه را شامل خواهد شد وی در ادامه مدعی شد که فرانسه باید با آنچه که او آن را انزواگری استامی که به دنبال ایجاد یک سیستم موازی و انکار جمهوریت است خواند مقابله کند رئیس جمهور فرانسه که در یکی از محله های حساس هومه پاریس سخنرانی می کرد، همچنین مدعی شد که دین اسلام امروز در همه جای جهان دچار بحران شده است امانوئل مکرون در ادامه گفت از این پس هر انجمنی که بخواهد از دولت کمک بگیرد باید منشور سکولاریسم را امضا کند و از این پس نظارت دقیقی بر مدارس خصوصی مذهبی صورت خواهد گرفت و محدودیت شدیدی در زمینه آموزش در منازل اعمال می شود مکرون گفت که ممنوعیت اعمال شده علیه شعارهای دینی توسط کشورش که به طور قابل توجهی به زنان مسلمان محجب آسیب می رساند به کارمندان بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند نیز گسترش می آبد. وی همچنین مدعی شد که هر کس در فرانسه می تواند آزادانه دین خود را انتخاب کند اما به نمایش گذاشتن وابستگی های مذهبی تحت هیچ شرایطی در فضای عمومی و مدارس مجاز نخواهد بود رئیس جمهور فرانسه در حالی این ادعا را مطرح کرد که در هر جامعه ای که به گفته وی اسلام دچار بحران شده تبعیض، شکاف طبقاتی، ویژه‌خواری و نابرابری در آن بیداد می‌کند.